لیست شماره گذاری چند سطحی. اگر در این متن‌های تایپ شده در این سند جاری دقت کنید، در خط اول داریم آموزش‌های رایگان و پروژه محور شاخه کامپیوتر، نرم افزار ورد 2016، آموزش مقدماتی تا پیشرفته نرم افزار ورد 2016، فرمول نویسی در نرم افزار ورد 2016، تکنیک های نرم افزار 2016 و نرم افزار ورد 2016 رو داریم که من نوع این رو عوض میکنم و اینجا نرم افزار اکسل. چطور میتونیم یک شماره گذاری چند سطحی برای این لیست ایجاد کنیم؟ ابتدا در این قسمت انتها اشارهگر موس رو قرار میدم، کلیک چپ رو نگه میدارم و تمام این خطوط رو یا لیست ها رو انتخاب میکنم. در سربرگ هوم در گروه پاراگراف اینجا با کلیک چپ کردن بر روی مولتی لیول لیست کلیک چپ میکنیم و در واقع از لیست لایبرری حالت بولت دار رو اینجا انتخاب میکنیم. بر روش اگر کلیک چپ کنیم این حالت خط اول رو داره. حالا برای اینکه لیست ها رو حالت چند سطحی رو ایجاد کنیم، در ابتدای خط دوم نرم افزار ورد 2016 اشارهگر موس رو قرار میدم تا چشمک بزنه و یک بار کلید تب از صفحه کلید رو میفشارم. برای خط دوم، سوم، چهارم یا برای سایر لیست اشارهگر رو بر روی خط سوم دو بار کلید تب رو میفشاریم. شکل حالت بولت پیدا کرد. برای فرمول نویسی اشارهگر موس رو اونجا قرار میدیم، یک بار دو بار کلید تب رو میفشاریم. برای تکنیک ها هم کلید تب رو یک بار دو بار و برای نرم افزار اکسل 2016 هم یک بار دو بار میفشاریم. حالتی شد که تونستیم یک لیستی رو شماره گذاری چند سطحی بکنیم. اگر مشاهده کنین با توجه به اینکه در سربرگ هم در گروه پاراگراف این ابزار شو اسلش هاید اینجا فعاله، اینجا ما بجز علامت پاراگراف و علامت اسپیس بین کلمات داریم، اینجا علامت تب رو هم میبینیم. این داره نشون میده که در این خطوط یا در این لیست ها از علامت تب استفاده شده. یه اشتباه اینجا رخ داده. نرم افزار اکسل 2016 جز و اون کاتگوری نرم افزار ورد 2016 نیست. با چیکار کنیم؟ این در واقع خودش یک نرم افزار جداست. نرم افزار اکسل یک نرم افزار جداست. آموزش های جداگانه رو داره. من میام در ابتدای نرم افزار اینجا اشارهگر موس رو قرار میدم و کلید شیفت از صفحه کلید رو پایین نگه میدارم و یک بار کلید تب رو میفشارم. ببین جزء حالتی که برای نرم افزار ورد 2016 قرار داریم، اگر حالت این نمادش رو ببینید به این حالت شد. حالا اگر بیام یک بار دیگه کلید شیفت از صفحه کلید رو پایین نگه داریم و کلید تب رو بفشاریم، چه اتفاقی رخ داد؟ سیمبولی که در ابتدای اون قرار داره، این سیمبول دقیقاً مثل سیمبولی شد که برای خط اول برای آموزش‌های رایگان و پروژه محور شاخه کامپیوتر داشتیم. هدف من بیشتر این بود که بهتون یاد بدم بعد از اینکه لیست‌ها رو ایجاد کردیم با استفاده از کلید ترکیبی شیفت به علاوه تب تونیم به یک سطح قبلمون برگردیم. به سطح قبل برگردیم. اینجا اگر مشاهده کنین این میشه حالت سطح اول ما، این میشه سطح دوم و این میشه سطح سوم. به همین دلیل به این نوع لیست شماره گذاری میگن چند سطحی. با کلید تب بین سطح‌ها و با استفاده از شیفت به علاوه تب میتونیم به حالت قبل یا عقب برگردیم.